سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی نهایت خوش اومدید. توی این قسمت قرار با هم دیگه بریم سراغ تست های کنکور و دو تا سوال بی نهایت قشنگ، تقریبا سوال های جدید کنکور با هم دیگه حل کنیم با روش تستی. ببینید قضیه چه قراره، شما در پایه خودتون میتونید به راحتی به این سوالو جواب بدید. سوال اول که از سراسری خارج سال 96 انتخاب شده و تقریبا سوال جدیدی محسوب میشه، گفته اگر عبارت رادیکال 2 به روی x2 منهای 9 دوم فرجه 4 به علاوه رادیکال 2x منهای x و فرجه 3 عددی حقیقی باشد، اون وقت شما مجموع مقادیر x رو بگید. در حقیقت به زبون بی زبونی داره میگه لطف کن بیا دامنه تابه رو برای من به دست بیار، بگو تو چه فاصله ای من جواب خواهم داشت و قابل قبول میشوم. پس به جایی که خیلی شیک بهت بگه دامنه تابه رو حساب کن، اومده ادبیات برات نوشته عدد حقیقی محسوب میشود، یعنی وجود دارد، مجازی نیست، پس دامنه شو به دست بیار، بگو حدودش چی میشه. قرار شد بریم گزینه هامون رو بررسی کنیم. یک یادگاری میخوام وسط بذارم. یادگاری من اینه هر وقت از یک عدد منفی وارد یک عدد مثبت شدی، شیکترین و زیباترین ایکس دنیا وجود داره که از صفر. پس نکته چی شد؟ هر وقت شما از یک عدد منفی وارد یک عدد مثبت شدی، اولین ایکسی رو که جایگزین میکنی و تست میکنی هست صفر. گزینه هاتو نگاه کن، گفته دو سوم تا دو منهای دو سوم تا دو سوم، از یک عدد منفی وارد یک عدد مثبت شدم، پس به جای x هم صفر جایگزین میکنم، ببینم صفر قابل قبول خواهد بود یا قابل قبول نمیشود. اگر بیام به جای x هم صفر بذارم، آقا قابل قبول نمیشود، چون مخرج کسرمون شد صفر، مخرج کسر که اجازه نداشت صفر بشه. پس x مساوی صفر عزیز، تو خیلی زیبا هستی ولی متاسفانه چون مخرج کسر رو صفر میکنی نمیتونی قابل قبول بشی. یعنی گزینه شماره دو اشتباه خواهد بود، به این دلیل که دارای عدد صفر هست ولی عدد صفر نمیتونه جواب بشه. در ادامه کار عدد انتهایی بازه در گزینه اول و سوم برابر با دو بوده، در حالی که در گزینه چهارم برابر بوده با دو سوم. پس تفاوت بین این دوتا جایگزینی عدد دو خواهد بود. به جای x هم دو جایگزین کنم، ببینم دو میتونه جواب من باشه یا نمیتونه باشه. اگر به جای x هم دو بذارم، دو به توان دو میشود چهار، یعنی دو چهارم. دو چهارم میشود یک دوم. یک دوم منهای نه دوم، اوه اوه، می شود منهای هشت دوم. زیر رادیکال منفی شد، زیر رادیکال تو نمیتونی منفی بشی، پس x برابر دو نمیتونه جواب باشه. گزینه اول، گزینه سوم شماها حذف میشید، جواب میشه گزینه چهار. باورت میشه تست سراسری 96 یه تست جدید کنکور توی 30 ثانیه حل بشه فقط با دو تا عدد؟ بریم یه سوال زیبای دیگه حل کنیم از سراسری 92. گفته اگر f x این باشه، شما بفرمایید که دامنه f 3 منهای x چی میشه. من اول باید 3 منهای x رو بسازم، یعنی به جای تمامی x ها 3 منهای x بنویسم. پس بگم 2 در 3 منهای x، این ور ماجرا هم هست منهای 3 منهای x به توان 2. قرار دامنه اینو حساب کتاب کنیم. عدد گذاری می کردیم، گزینه اول از صفر شروع شده، گزینه دوم از صفر، اما سوم و چهارم از یک شروع شدن. اون گزینه ای که بزرگتر محسوب میشه گزینه ای است که از صفر شروع بشه، پس به جای x به عنوان اولین عدد صفر جایگزین میکنم. اگر صفر جایگزین کنم میشود دو ضرب در 3 یعنی 6 منهای 3 به توان 2 یعنی 9. آقا این امکان پذیر نیست، زیر رادیکال من منفی شد، پس x برابر 0 نمیتونه جواب بشه. گزینه اول و گزینه دوم شما به این دلیل که دارای عدد 0 هستید اشتباهید و حذف میشید. حالا توی دوتا گزینه‌ای که برای من مونده، گزینه شماره 4 عدد 3 دارد، پس گزینه بزرگتری هست، به جای x هم میام 3 جایگزین میکنم. اگر به جای x هم 3 بنویسم، اون وقت زیر رادیکال 3 منهای 3 میشود 0، این ور ماجرام 3 منهای 3 میشود 0. اشکالی نداره که زیر رادیکال 0 بشه، یعنی عدد 3 تایید هست و هیچ مشکلی نداره. گزینه شماره 3، شما به چه دلیلی عدد 3 رو نداری؟ عدد 3 که تاییده، مشکلی نداره، تو چرا نداریش؟ پس غلطی.
جواب صحیح برابر خواهد بود با گزینه 4. تست سراسری 96 رو حل کردیم. این هم تست سراسری 92 که فقط با دو تا عدد به راحتی میتونی به جواب مد نظر خودت برسی. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این کلاس برات مفید بوده باشه. خدا نگهدار.